دوستان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال شما خوب باشه و عیسی مسیح شما رو منزه و سالم در روح پاکش نگه داشته باشه. آمین. در دنباله صحبت‌هایمون درباره بدن صحبت میکردیم. عزیزان من، کلیسا بدن عیسی‌ست. ایمانداران کلیسا رو تشکیل میده. کلیسا یعنی بدن مسیح، یعنی ایمانداران به عیسی مسیح. مسیح خداوند زمین و زمان. ایمانداران آنهایی هستند که به عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده خود اعتماد کردند. روح خداوند عیسی در روح ایمانداران زندگی می کند و حیات مسیح در بدنهای آنها جریان دارد. این حیات در ایمانداران قوت می بخشد و به آنها زندگی می دهد. مسیح سر کلیساست، یعنی در واقع مسیح سر بدنه. سر رو از بدن جدا کنید، بدن بی سر خواهد مرد، نمی تونه زندگی کنه. بدن به سر تعلق داره، بدون آن زندگی نمیتونه بکنه. اگر بدن به سر مسیح وابسته نیست، زندگی، حیات و روح هم نداره و بی خاصیته. ای عزیز من، آیا بدن تو به مسیح تعلق داره؟ آیا روح مسیح در تو زندگی میکنه؟ آیا حیات و زندگی مسیح در تو جریان داره؟ حیاتی که مسیح میده باید در خونها، رگهای شما جریان داشته باشه و در آن حرکت کنه. حیاتی که مسیح میده باید از سر تا پای شما جریان داشته باشه. هر چقدر که این حیات در شما بیشتر باشه، بیشتر جریان داشته باشه، به همان اندازه زندگی روحانی شما در مسیح عمیق‌تره. تکلیف این بدن چیست؟ گفتم که خواهد مرد، گفتم که مریض میشه و به سوی مرگ پیش میره. گفتم روزی میرسه که ایمانداران در مسیح بدنهای جدید، تازه و نو خواهند گرفت و دیگر هرگز نخواهند مرد، مریضم نخواهند شد. اما امروز این بدن ضعیفه، امروز این بدن مریض میشه. آیا امروز هم عیسی شفا میده؟ عیسی مهربان، خداوند بزرگ، به خاطر من و تو، ما مضروب گردید، درد کشید، ضربه های شلاق خورد،
ضربه های درد رو تحمل کرد تا من و شما شفا پیدا کنیم، سالم بشیم. جواب سوال رو ندادم. آیا امروز این بدن ضعیف دیگه مریض نمیشه؟ آیا امروزم این بدن شفا پیدا میکنه؟ پولس وقتی که از شرایط بدنی خودش صحبت میکرد، از یک خار در بدن صحبت کرد. سه بار از خداوند تقاضا کرد که این خار رو از او دور کنه. سه بار از خداوند تقاضا کرد لطفاً این خار رو از من دور کن، ولی هر بار خداوند جواب منفی داد. فقط گفت فیض او برای پولس کافی است، چون که قدرت خداوند در ضعف پولس کامله. ای برادر عزیز من، ای خواهر عزیز من، تو اومدی این کلمه خار رو در کتاب مقدس فارسی به مرض ترجمه کردی. چقدر تأسفه، چرا همچین کاری کردی؟ اگه قرار بود این خار مرض باشه، چرا کتاب مقدس نگفت مرض؟ چرا لغت خار رو به کار برد؟ و چرا کتاب مقدس توضیح نداد که این خار چیست؟ تو خیلی اشتباه کردی، کلمه خار رو مرض ترجمه کردی. مگر روح خداوند در تو نبود موقعی که این کار رو میکردی؟ مگه نمیدونی خداوند هم رحیمه، هم عادله و گناهکاران رو مجازات میکنه؟ چرا به روح خداوند اعتماد نکردی؟ که روح خداوند در تو نیست؟ به خاطر داشته باش که خداوند میتونه هر ناهنجاری، مرض و ضعف رو امروز هم شفا بده. بدن ضعیفه به خاطر گناه، بدن مریض به خاطر گناه، بدن میمیره به خاطر گناه. مسیح عیسی با مردن روی صلیب جلجتا نه تنها ما را از مرگ آزاد کرد، بلکه ما را از هر مرضی هم شفا داد. دوستان من، دوم قرنتیان 12:9-10 خیلی مهمه. در برنامه آینده به شما توضیح میدم که چرا این خاری که پولس از آن صحبت کرد مرض نمیتونه باشه. آرزو میکنم روزی بیاد که تمام ترجمه های غلط در کتاب های ترجمه شده به فارسی این کلمه خار رو به کار ببرن، کلمه مرض رو به کار نبرن. آرزو من از خداوند اینه